سلام، اسم ما سم فلسک هست، از اداره مدافعان مهاجران لایت هاوس. من وکیل اسایلمتان می باشم. در این ویدیو می خواهیم در مورد مصاحبه پناهندگیتان صحبت کنیم. موضوعاتی را که قرار است در این ویدیو و ویدیوهای آینده در مورد صحبت داشته باشیم عبارت از این هست که مصاحبه تان در کجا صورت میگیره، چی چیزها و کدام اشخاص را باید از با خود داشته باشیم در هنگام مصاحبه و شرایط ترجمان چی هست، ترجمان باید از بس شکل حضوری باشه یا نباشه، توقع ما از مصاحبه چی هست یا چه چیزی را باید از مصاحبه انتظار داشته باشیم و آیا وکیل ما به صورت حضوری اونجا تشریف داشته می باشه یا خیر، که در ویدیوهای آینده در مورد هر کدام از اینا با جزئیات صحبت میکنیم. خب، سوال اولی هست که مصاحبه ها در کجا صورت میگیره؟ مصاحبه هایتان قرار است که در شیکاگو در دفتر پناهندگی شیکاگو صورت بگیره که آدرسش وجود داره، همراهتان شریک میشه. فاصله بین شیکاگو و گراند رپیدز میشیگان تقریبا 3 ساعت و 15 دقیقه هست. از قبل باید از پلانگذاری داشته باشین تا به وقت مناسب بتانین به مصاحبهتان برسین و حداقلش 30 دقیقه باید از بیشتر در مصاحبهتان حاضر شوین همراه فامیلتان و همراه ترجمانتان، و اگر کسی ناوقتر از 30 دقیقه به مصاحبهش حاضر می باشد باز مصاحبهش دوباره پلانگذاری می شه و مصاحبهش در او رو صورت نمی گیره و یک وقت دیگه موکول می شه. در مورد سوال دوم که چی چیزها و کدام اشخاص را در وقت مصاحبه با خود داشته باشیم یا بیاوریم، اولی چیزی که نیاز هست اما نسخه کاغذی اطلاعیه مصاحبه ایتان هست، اما ورقی را که دریافت کردیم که مصاحبه ایتان چی وقت و در کجا هست او را با خود داشته می باشیم، و دوم همه اسناد ثبوت یا چیزایی که اثبات میکنه همه موضوعاتی را که شما در وقت مصاحبه با وکیلتان شریک ساختین، مثلا ثبوتایی را دارین که از اونا به شکل ویدیو هست یا به شکل ورق هست یا هر اسنادی را که شما دارین و در قسمت مصاحبه ایتان میفهمین همراهتان کمک میکنه اونا را همراهتان داشته باشین، چون ما نتانستیم که همه ویدیوها را و همه اسنادهای شما را در اپلیکیشنتان شامل بسازیم، از او خاطر بهتر است که اونا را همه با خود داشته باشین، خصوصا اگر کدام ویدیو دارین که او در کامپیوترتان هست، در موبایلتان هست و او نشان میده که شما در افغانستان تحت خشونت یا شکنجه قرار گرفتین، بهتر است که او را با خود داشته باشین و او را با خود بیارین. و دیگر موضوعی که کدام اشخاص همراهتان باشه در وقت مصاحبه یا کی کسا باید از حضور داشته باشه در زمان مصاحبه ایتان، تمام افرادی که تحت سرپرستی شما هستن اونا باید از وقت مصاحبه همراهتان حضور داشته باشن، که او میتونه همه اعضای فامیلتان باشه، اعضای فامیلی که اونا نامشان در اپلیکیشن تان هست و در اپلیکیشن نامشان ذکر شده، اونا همهشون باید از حضور داشته باشن. و دیگه در مورد ازی هست که تمامی اطفالی که زیر سن 21 ساله هستن اونا باید از در وقت مصاحبه حضور داشته باشن، اما بدون شک اطفالی که در ایالات متحده آمریکا هستن اونا باید از حضور داشته باشن در وقت مصاحبه، و بدون شک همسرتان باید از در وقت مصاحبه حضور داشته باشه، و دیگه نیاز برای ترجمان هست که ترجمان باید از به شکل حضوری حضور داشته باشه که بتونه بر شما ترجمه کنه. موضوع دیگه شرایط ترجمان هست که شما موظف هستین که ترجمان شفاهیتان را در وقت مصاحبه با خود داشته باشین.
چون همراه دفتر USCIS زمانی که ما صحبت کردیم اونا با کمبود ترجمان مواجه هستند، خصوصا برای زبانهای دری و پشتو. اکثریت USCIS تلاش میکنه که ترجمان برای شما به شکل حضوری پیدا کنه، اما خیلی مشکل هست. زمانی که اونا نتونن به شکل حضوری ترجمان برای شما پیدا کنن، اونا باز از طریق تلفن وصل میسازن ترجمان را، اما اکثریت مواردی برشان خیلی مشکل هست که بتانن یک ترجمان را از طریق تلفن وصل بسازن. پس بهترش همی هست که شما ترجمان خود را با خود داشته باشین، چون اگر اونا نتونن ترجمان را به صورت حضوری داشته باشن یا از طریق تلفن وصل بسازن، سبب از اون میشه که مصاحبهتان یا لغو شه و یا مصاحبهتان به تاخیر بیفته. و موضوع دیگه ای است که شرایط برای ترجمانی چه قسم هست، یا کی میتونه که به صفت ترجمان همراه شما باشه یا اونجا همراه شما را کمک کنه. اولش شرطشی هست که ترجمانی از طریق تلفن نمیتونه صورت بگیره. یعنی اگر شما بگین که ما ترجمانم از طریق تلفن وصل میسازم، دفتر USCIS بر شما اجازه نمیده. دوم شرطشی هست که ترجمان باید از دارای سن 18 سال باشه یا از 18 سال بالاتر باشه. شرط دیگرشی هست که ترجمان باید از که نماینده شما نباشه، یا ترجمان نمیتونه که وکیلتان باشه. وکیلتان از شما بر شما ترجمانی کرده نمیتونه. و دیگر شرط ترجمانی هست که ترجمان اگر خودش اپلیکیشنش دلالت بررسی می باشه، خودش اگر در دفتر USCIS تقاضای پناهندگی داده، او هم نمیتونه که بر شما ترجمانی کنه. سوال دیگه ای است که در مصاحبه پناهندگیتان انتظار چی چیزا میره، یا قرار است که با چطور یک حالت شما مواجه شوین. در قدم نخست مامور پناهندگی در اونجا هست که شما را کمک میکنه در قسمت اپلیکیشنتان یا مکمل اپلیکیشن را همراهتان مرور میکنه. مامور پناهندگی خودش کارمند دفتر USCIS هست، کارمند عادی دفتر USCIS، و اونا به این شکل نیست که شما برداشت داشته باشین که اونا نمایندگی از امریکا میکنن. فقط یک کارمند عادی هست که امروز شما مصاحبه را انجام میده. در قسمت اول مصاحبه کوشش کنین که خوب صحیح گوش کنین که چی چیزا را از شما پرسان میکنن، کدام موضوعات از شما میخواید بفهمه، و اگر شما هم کدام سوالی را دارین یا اگر کدام موضوعی هست، کوشش کنین که در قسمت اول انترویو تان را از اینا شریک بسازیم. و موضوع دیگه ای است که اپلیکیشن شما یا متقاضانامه I-589 در مقابل مامور پناهندگی یا کارمند دفتر USCIS هست پیش روش. و هر چیزایی را که شما گفتین، امروز شما یک بار دیگه او را مرور میکنه و کوشش میکنه که اگر کدام اشتباهات صورت داشته می باشه، اگر کدام موضوع تغییر کرده، اگر کدام چیز تغییرات آمده، کدام چیز اضافه شده یا کم شده، هم از اونا را میتونین که شما در اول برش بگوین. مثلا یکی از احتمالات همی هست که امکان از این هست که زمانی که شما ترجمان را در وقت مصاحبه با وکیلتان استفاده کردین، نتونسته که پیام را به شکل درست برسانه و شما یک چیز میخواستین بگوین اما در اپلیکیشنتان چیز دیگه ذکر شده، بهتر است که در مرحله اول همراه مامور پناهندگیتان صحبت کنین، برشان بگوین که ما در اپلیکیشن ما میخواستم اینیت یک چیز را بگویم اما اشتباه هن اینیت یک چیز ذکر شده. پیش از اینکه او از شما پرسان کنه، شما باید از قسمت اول برش بگوین هر مشکل یا اشتباهاتی که وجود داره. بر از او بهترین کار همی هست که شما پیش از اینکه به مصاحبهتان میرین، باید از که اپلیکیشن را در چندین بار مرور کنین، ببینین که چی چیزها را شما در اونجا ذکر کردین، آیا کدام چیزی به نافهمی یا به صورت اشتباه در اونجا درج شده یا نشده. و این پروسه تقریبا در حدود 15 تا 20 دقیقه صورت میگیره که در مدت 15 یا 20 دقیقه مامور پناهندگی مکمل
اپلیکیشن شما رو میبینه، همراه شما مرور میکنه که چیزایی که نوشته هست چی هست و شما یا باز موافق هستین نیستین، میخواین کدام جوش تغییرات بیاید، کدام چیزی را میخواین اضافه بسازین، کدام چیزی را میخواین کم بسازین. و یک موضوع دیگه ای است که شما در ذهنتان باشه، امکانش است که مامور پناهندگی یا کارمند دفتر USCIS از طریق ویدیو کنفرانس وصل باشه، یا مثلا به شکل حضوری اونجا خودش حضور داشته نباشه، یا امکانش است که در بین شما و بین مامور USCIS یا مامور پناهندگی یک پرده باشه به شکل شیشه ای که مثلا در بینتان قرار داشته باشه، یا امکانش هست که مثلا شما از طریق کدام به شکل غیر حضوری وجود داشته باشه، اما شما از طریق کامپیوتر یا از طریق کدام شکل دیگر امروش مصاحبه انجام بدین، اما حضور شما به شکل حضوری ضرور هست، یعنی شما باید از حضوری اونجا باشین. و دیگه موضوعی است که قسمی که پیشترم گفتم، پیش از این که شما به خاطر مصاحبهتان برین، کوشش کنین که اپلیکیشنتان را مرور کنین، اپلیکیشنتان را چندین بار بخونین، چون که مامور یا همون کارمند دفتر پناهندگی از حساسیت دوسیه شما اطلاع داره و کوشش میکنه که سوالای خیلی دقیق را از شما پرسان کنه و سوالایی که بتونه از او بیشتر معلومات را جمع آوری کنه. و بعضی از موارد میشه که شاید بعضی از موارد باشه که وقتی شما در مورد از او صحبت میکنین، شما را به شکل غمگین میسازه، به شکل جگرخون میسازه، اما هیچ کدام مشکلی نیست، هیچ کدام موضوعی نیست، شما میتونین امرو از او صحبت کنین و هر سوال لکو داشته می باشه شما باید از بر از او جواب بگین. با وجودی که کارمند دفتر پناهندگی اونا از حساسیت اپلیکیشن شما خبر دارن، در جریان هستن و کوشش میکنن که به بسیار شکل آرامترش، به شکل خوبتر، با احترامتر امرای شما پیش برن و شما هر سوال لکونا شما داشته می باشن شما باید از جواب بگین. و موضوع دیگه ای است که در مورد وقت مصاحبه هست که چقدر مصاحبه تان وقت میگیره. شاید که مصاحبه تان از هر کس متفاوت باشه، امکانش هست که مثلا از یک ساعت شروع شود تا چندین ساعت طول بکشه و این همش مربوط به مامور پناهندگی هست و دست از او هست و او شاید از یک نفر و زیادتر وقت بگیره، از شخص دیگر کمتر وقت بگیره. شاید که مصاحبه یک شخص بیشتر موضوع در موردش باید صحبت شود، از یک شخص دیگر کمتر موضوع در موردش صحبت شود. به این معنی هست که مدت زمان مصاحبه مربوط به کارمند یا مربوط به مامور پناهندگی هست و او مربوط از این میشه که چقدر مصاحبه وقت میگیره و چقدر سوالا را او پرسان میکنه. موضوع دیگه در قسمت مصاحبه کردن با خود متقاضیای اصلی هست و وابستگان از اونها هستن. اگر از یک فامیل همشان همزمان مصاحبه خود را داشته میباشن، در اونجا سرپرست فامیل هم هست که او به نام متقاضی اصلی یاد میشه و کسایی که مربوط به ازو هستن یا تحت سرپرستی ازو قرار دارن که مثلا اطفالش هست یا خانمش هست یا دیگه اعضای فامیلشان هستن. از اعضای فامیل مصاحبه یک جایی صورت میگیره، هر قدری که فرد یا افرادی که در یک خانواده زندگی میکنن همشان مصاحبه خود را در یک وقت داشته میباشن. روش مشخص یا طریقه مشخص به خاطر مصاحبه وجود نداره که از کجا شروع میشه به چه شکل خاتمه میافته و این مربوط به هر مامور پناهندگی هست که شاید یک مامور پناهندگی به یک شکل مصاحبه را پیش ببره و مامور پناهندگی دیگه به شکل دیگه مصاحبه را پیش ببره. و ما با مامورای پناهندگی یا کارمندای USCIS زمانی که صحبت کردم، اونا برای ما گفتن که کدام طریقه مشخص یا روش مشخصی وجود نداره به خاطر مصاحبه گرفتن و تقریبا مربوط به خود مامور پناهندگی هست که به چه شکل مصاحبه را پیش میبره.
و مصاحبه میتونه که به شکل زیل باشه. اما قسمت اولش معرفی هست که معرفی صورت میگیره، کسایی که مصاحبه دارن یا مصاحبهشون پیش میره، و بعد از او خود متقاضی اصلی یا سرپرست، کسی که هست که سرپرست خانواده، او قسم میخوره یا سوگند یاد میکنه. بعد از او که او قسم خورد یا سوگند یاد کرد، متقاضی اصلی از اتاق بیرون میشه و متبقی دیگه کسایی که تحت سرپرستی از او قرار دارن در مدت 5 الا 10 دقیقه با هر یک از اعضای خانوادهش یا کسایی که تحت سرپرستی از او قرار دارن مصاحبه انجام میده، و بعد از او که همراه اعضای فامیلش مصاحبه انجام شد، اونا آزاد هستن و میتونن که هر جایی که خواسته باشن برن و دیگه نیاز نیست که اونا در خود اتاق اونجا حضور داشته باشن. و بعد از او مصاحبه با خود متقاضی اصلی ادامه پیدا میکنه و مامور پناهندگی مصاحبهش را و متقاضی اصلی ادامه میده. و در جریان مصاحبه یک موضوع را که باید از متوجه باشین، شاید سوال های مختلف روبرو شوین، شاید سوال های مختلف از شما پرسیده شوه، خصوصا کسایی که در بخش های نظامی کار کردین، شاید بعضی از سوال هایش برای شما جالب باشه، بعضی از سوال های شاید برای شما خوشایند نباشه، شاید خنداور باشه، اما شما کوشش کنین که هر سوالی را که از شما میشه با مو بهترین شکلش و به بهترین وجهش جواب بگوین. موضوع دیگه ای است که به صورت کلی چه نوع سوال ها قرار است که در مصاحبه پرسیده شود. در مجموع مصاحبه به دو بخش تقسیم میشه، یا سوال هایی که از شما پرسیده میشه به صورت عموم دو بخش داره. سوال امی هست که اولی است که آیا تحت شکنجه در گذشته قرار گرفتین؟ و سوال دیگه ای است که در آینده آیا تحت شکنجه قرار میگیرین اگر دوباره به کشورتان برگردیم؟ در قسمت سوال اول که در مورد شکنجه یا تحت فشار در گذشته قرار گرفتین، چند سوال امکان داره که از شما بپرسه یا امکان داره که از شما پرسیده شود. میشه که از شما پرسان کنه که چرا برای پناهندگی درخواست دادین؟ یا چرا شما برای اسایلم اپلای کردین؟ دیگه میتونه شما ایران پرسان کنه که آیا تا فعلا کدام صدمه جسمی دیدین؟ اگر صدمه جسمی دیدین چی وقت بوده و در کجا صورت گرفته؟ و دیگه میشه که شما ایران بپرسن که تا فعلا شدیدترین موردی که تحت شکنجه قرار گرفتین چی وقت رخ داده؟ یا میشه از شما پرسان کنه که به چه شکل بوده. میشه که از شما یام پرسیده شوه که آیا تا فعلا تهدید شدین یا تحت تهدید قرار گرفتین؟ اگر تحت تهدید قرار گرفتین به چه صورت و چه وقت شما تهدید شدین؟ و میشه که یام از شما پرسیده شوه که شدیدترین مورد تهدیدی که شما تحت از او قرار گرفتین چه وقت رخ داده؟ و قسمت دوم سوال مربوط به ازی هست که اگر شما بخواین دوباره به کشورتان بر بگردین، اگر بخواین افغانستان برین، چه نوع خطر شما مواجه هستین یا با چه نوع شکنجه روبرو خواهید شد؟ در این مورد کوشش همی هست که موضوعاتی را که شما در اپلیکیشنتان گفتین و هر موضوعی را که شما تا فعلا در اپلیکیشنتان ذکر کردین، کوشش کنین که همش را با مامور پناهندگی شریک بسازین، که اون موضوع من مطمئن هستم که همه کسایی را که من امروشون کار کردیم، اونا همشان در اونمون شرایط برابر هستن که زندگیشان در خطر قرار داره اگر دوباره بخواهن افغانستان برن. اما یک موضوعی را که من میخواستم امروی همه تون یادآوری کنم این هست که شما باید صادق باشین. هر موضوعی که هست باید از راست امرای مامور پناهندگی شریک بسازین، کدام موضوع را کتمان نکنین، و موضوعاتی را که همراه از او میخواین شریک بسازین کوشش کنین که چیزی هست که شما در اپلیکیشنتان قبلا ذکر کردین.
اگر مامور پناهندگی میبینه که شما یک موضوع را اینجا ذکر کردین، هم در اپلیکیشنتون وجود نداره، هم در اپلیکیشنتون وجود داره، اینجا شما به یک شکل دیگه او را ارائه کردین، امکانش هست که از شما چندین سوال دیگر را پرسان کنه و یک غلط فهمی ایجاد شود که میدانه برای شما مشکل ایجاد کنه. و در قسمت اولش که شما چرا تحت شکنجه قرار گرفتین در گذشته، موضوعات فعلا بس همه کسایی که امروز شما کار کردن موضوع طالبا هست که نمیتونن رفت تحت شکنجهش قرار داشتن، و اگر مثلا چرا دوباره به کشور خود برگشتن نمیتونن، مسائل مختلف میتونه باشه، میتونه مسئله زبان باشه، مسئله قوم باشه، مسئله دین باشه، مسئله مذهب باشه، دیدگاه مذهبی و سیاسی باشه، که ما مطمئن هستم همه کسایی را که ما برایشون کار کردیم مشتری ما هستن، اونا همه در شرایط برابر هستن، چون اکثریتشان همهشان دیدگاه خلاف طالبا دارن، که میتونن همهشان ما مطمئن هستم که در شرایط همهشان برابر هستن. اما خواهش ما می هست که هر موضوعی را که میگین کوشش کنین که صادق باشین و راست بگوین. موضوع دیگه ای است که آیا ما در مصاحبه تان حضور خواهد داشتم یعنی؟ آیا اشتراک میکنیم یعنی؟ در حقیقتش اصلا ضرور نیست که وکیلتان در جریان مصاحبه اونجا حضور داشته باشه. بعض مو خاطر چون وکیل نمیتونه که از طرف موکل اونجا صحبت کنه یا کدام اعتراضی داشته باشه یا کدام گپی را بزنه، از او خاطر هیچ کدام نیازی نیست که ما اونجا باید از حضور داشته باشم یا در جریان مصاحبه باشم. و اگر ما در اونجا می باشم، فقط اونجا می باشم به خاطر دیدن و به خاطر بعضی از یادداشتایی که اگر نیاز می باشم ما اونجا با خود می گیرم یا بعضی از نوتایی را که با خود می سازم. اما ما تا اجازه از این ندارم که ما در اونجا اعتراض کنم یا اجازه از این ندارم که ما در اونجا صحبت کنم. در بعضی از مصاحبه کوشش میکنم که ما اشتراک کنم، حضور داشته باشم، خصوصا بعضی از مصاحبه‌ای که ما احساس میکنیم که در اونجا نیاز هست که باید از ما اشتراک کنیم یا باشیم، چون در یک هفته شاید خیلی زیاد مصاحبه صورت بگیره اما ما شاید بتانم در یکیش یا دو دانش حضور داشته باشم. همکار دیگه ما The Lighthouse سیرا، اونا هم کوشش میکنن که در بعضی از مصاحبه به صورت حضوری یا به صورت آنلاین اشتراک کنن، اما در مجموع اشتراک وکیلتان یا اشتراک ما در جریان مصاحبه تان چیز ضروری نیست، چون اگر ما در جریان مصاحبه اونجا صحبت میکنیم و اگر مثلا مامور پناهندگی یا کسی که انترویو شما رو میگیره احساس میکنه که ما اونجا مصاحبه رو اختلال میکنیم یا سبب مزاحمت با مصاحبه میشیم، اونا حق دارن که ما را از اتاق بیرون کنن و اونا حق دارن که ما را از مصاحبه بیرون بسازن. یعنی به این معنی نیست که ما اونجا اگر باشیم میتونیم از شما دفاع کنیم یا به نمایندگی از شما ما صحبت کنیم. فقط میخواستم چند موضوعاتی را که شما در ذهنتان باشه می هست که به هیچ وجه تشویش نداشته باشین، کوشش کنین که صادقانه هر موضوعی که هست امرایشان شریک بسازین، امرای کسی که شما امرایشان مصاحبه دارین و برشان بگوین، و اگر ما در مصاحبهتان می باشم یا در مصاحبهتان نمی باشم کدام تفاوت یا کدام فرقی را ایجاد نمی کنه یا کدام تفاوتی نداره. اگر ما در مصاحبه می باشم شاید که ما همراه مامور پناهندگی صحبت کنم، اما او صحبت های ما مشخصا در مورد از این نیست که ما بتانم برای شما اونجا کاری را انجام بدم یا بتانم از شما دفاع کنم، چون در اونجا ما برای ما اجازه داده نشده یا برای ما حق داده نشده که ما بتانیم از شما دفاع کنیم. موضوع دیگه ای است که نتیجه درخواست پناهندگی تان بعد از چقدر وقت معلوم میشه. در مجموع بعد از 150 روز معلوم میشه که نتیجهش مثبت هست یا نتیجهش مثبت نیست. اما همراه دفتر شیکاگو، زمانی که ما صحبت کردیم دفتر پناهندگی شیکاگو، اونا گفتن که
کوشش میکنن که در مدت 20 تا 25 روز تصمیم بگیرن. واقعیتش همی هست که تصمیم را مامور پناهندگی در مدت 24 ساعت میگیره، اما نتیجه از او امرای شما شریک نمیشه، به خاطر که اونا باز دوباره بکراند چک را انجام میتن و موضوعاتی را که شما امرایشان دوباره شریک ساختین یا اون بعضی از پروسه های خاصی وجود داره که اونا را تعقیب میکنن. و ما امیدوار هستیم که نتیجه همگی یا حداقلش از اکثریت کسایی که ما امرایشان کار کردیم در مدت 2 تا 3 ماه بیاید. اگر از 2 تا 3 ماه طولانی تر میشه، حد اکثر توقعی را که ما داریم که باید از در مدت 5 ماه از همه گی نتیجهش معلوم شود. اما اگر در مدت 5 ماه نتیجه معلوم نمیشه، باز ما وقتی که به امو مدت ما نزدیک شده بریم، میتونیم که تخمین بیشتر داشته باشیم و دقیق بفهمیم که چقدر وقت میگیره یا چقدر پروسه طولانی میشه یا چقدر زمان بر هست. اما یک موضوعی را که ما میخوایم امرایتان شریک بسازم که نتیجهتان میایه، نتیجهش همهتان مثبت خواهد بود و هیچ کدام مشکلی نیست. فقط خواهش ما شما می هست که شما صبر داشته باشین، حوصله داشته باشین و همگی نتیجه مثبت دریافت خواهد کردن. بسیار زیاد تشکر از اینکه ویدیوی ما را تماشا کردین، به ما گوش دادین. تشکر از اینکه همراه ما بودین. تشکر از اینکه همراه ما کار کردین. تشکر از صبر و حوصله ایتان. میفهم که پر از تشویش است، پر از دلخوره هست زمانی که در یک کشور دیگر، در یک مکان دیگر زندگی میکنی و نمیفهمی که آیا میتونی اینجا زندگی را ادامه بدی یا نه، میتونی که اینجا برای همیشه باشی یا نه. اما یک موضوع هست که میخوایم برای همه تان مطمئن بسازم که همه اگه کیسای قوی دارن، خصوصا اکثریت شما هیچ کدام مشکلی نیست، قوی قبول میشه، همه اگه کیسای خوب دارن، همه اگه تان قبول میشین و هیچ کدام متان تشویش نداشته باشین، جای قابل تشویش نیست. و با امیده که خبرهای خوب و خوش را در مورد همه تان بشنویم و داشته باشیم. و هر سوالی را که داشته می باشین، اگر کدام سوالی در ذهنتان ایجاد میشه یا کدام سوالی را شما مواجه میشین، میتونین که امرای ما با تماس شوین از طریق ایمیل و از طریق شماره های تلفن. از طریق ایمیل که شاید ایمیل ما نزد اکثریت شما باشه، oar@lia-michigan.org یا .org. از این طریق میتونین برای ما ایمیل روان کنین. ایمیل خوبتر هست که ما میتونیم با وقت مناسب برای شما جواب بگوییم، یا میتونین که برای ما پیام بگذارین از طریق تلفن به شماره 616-217-9217 616-217-9217. میتونین از این طریق برای ما پیام بفرستین یا میتونین از طریق تلفن مستقیم امرای ما به تماس شوین و ما ترجمان را آماده میسازیم که بتانیم مشکل شما را دریافت کنیم و بتانیم مشکل شما را بررسی کنیم. میتونین از طریق شماره 616-298-8984 امرای ما به تماس شوین و هر سوالی که باشه کوشش میکنیم که برای شما ما جواب ارائه کنیم. تشکر از صبر و حوصله مندی همه تان. به زودی صحبت خواهیم کرد و به زودی خواهیم دید. تشکر.